سلام و صد سلام به دوستای خیلی خوبم. دوباره امروز برگشتم با یه ویدیو دیگه در مورد اینکه چجوری عکس و ترافل هیستوری رو برای ویزای توریستی کانادا آپلود کنیم، چه مشخصاتی داشته باشه، چجوری بنویسیم و اطلاعات درست رو از کجا به دست بیاریم. ببخشید امروز صدای من یه ذره عجیب غریبه چون چند روز سرما خوردم، ولی گفتم که حتما این رو بنویسم که عزیزانی که دوست دارم واسه تابستون یا واسه هفته نوروز که دیگه خیلی نزدیکه، ولی خب شاید هم بتونم واسه نوروز ویزا بگیرم بیام پیش عزیزاشون تو کانادا. خب همینطور که گفتم ما میخوام در مورد عکس برای ویزای توریستی و تراول هیستوری یا تاریخچه سفرات هایی که داشتید صحبت کنیم. لطفا قبل از هر چیز اگر کانال من رو سابسکرایب نکردید مشترک بشید، اون زنگوله قشنگ رو فشار بدید تا ویدیوهای جدیدم مطلع بشید و لایک و کامنت هم یادتون نره. تا اینکه بریم سراغ اکانتی که قبلا درست کردیم ببینیم که travel history و عکس تو کجا هستش. خب این هم اکانتی بود که با همدیگه درست کرده بودیم 18 فوریه، 21 روز الان مونده که من میتونم مثلا سابمیتش کنم. بعد ببخشید 18 فوریه آخر تاریخ بود که ما روش کار کردیم و اول فوریه تاریخی بود که ما این اپلیکیشن رو کرییت کردیم یا ایجادش کردیم. حالا من دوباره وارد این اپلیکیشن هم میشن تا شما بدونید که کجا باید عکس و یا اون travel history رو آپلود کنید. میریم توی continue application. خب یک ذره طول داره تا بیاد بالا. دوباره میبینید همونطور که گفتم هر دفعه اون سوالایی که ازتون کرده رو هی تکرار میکنه چون میخواد مطمئن بشه که شما این سوالا رو ریویو کردید، دیدید، مطمئنه. و یک فرصت خیلی خوبیه. honestly میتونید شما حتما میشه چک کنید و مطمئن شید. میزنید روی continue. بعد از اون هم حتی ببینید دوباره به شما میپرسه که برای اینکه سابمیت کنید اپلیکیشنتون رو این استپا رو باید چکا کنید، تیک کنید. ببینید upload your document, pay your fees and everything. خب بعد از اون ما بریم continue. خب اومدیم تو document checklistمون، یعنی اون قسمتی که ما باید document هامون رو upload کنیم. اپلیکیشنی که درست کردیم به اسم فرنک اکبری بود. قبلا تو ویدیوهای قبلی در مورد اپلیکیشن فرم یا IMM5257 صحبت کردیم، اینکه دقیقا این فرم رو چجوری پر کنید، واسه چه کسایی پر کنید. یک ویدیو مفصل در مورد این گذاشتم. این یک فایل های مهمه همینطور که میبینید اپلیکیشن فرمتونه. بقیه یه فایل هایی که شما لازم دارید سپورتینگ داکیومنت. اگر اسکرول کنید بیایید پایین خواهید دید که بقیه سپورتینگ داکیومنت هستن. ببینید ما الان میخوایم در مورد travel history، این چیزی که اینجا هستش، و دیجیتال فوتو صحبت کنیم که تقریبا دو تا چیزای سرراسته، کار خیلی سختی نیست، ولی خب بازم باید خیلی درست و دقیق انجام بشه. چیزی که هستش اینه که هر دوتا جزء مدارک required هستن، یعنی اینجوری نیست optional باشه و شما بتونید بفرستید یا نفرستید. مدارک optional نیستش، شما باید دقیقا این دوتا رو طبق اون چیزی که خواسته تو مدت زمانی که خواسته چکار کنید آپلود کنید. اولین چیزی که ما میتونیم ازش اطلاعات بگیریم این که بریم مثلا روی travel history این علامت سوال رو بزنیم و ببینیم که خود سایت IRCC به ما چی میگه. میگه که شما باید در مورد ویزاهایی که هنوز ولیده و مال ایالات متحده و یا اینکه تاریخچه تراولاتون رو برای ما بگید که شامل
پسپورت های قدیمیتون یا ویزه های قدیمیتون توی چند سال گذشته، 10 سال گذشته از کشور، یعنی مثلا اگه شما تو 10 سال گذشته بلند شدید رفتید نمیدونم دبی، ترکیه، اروپا، هر جا که رفتید پاسپورتتون دومو خورده، اینا رو باید اعلام بکنید. بعضی هم ممکنه پاسپورتشون رو عوض کرده باشن، ولی به هر حال شما پاسپورت قدیمیتون رو دارید، یعنی که مثلا میدونید که این زمانی که رفتید و اینا چجوری بوده. بعد تمام مهرهای ورود و خروج باید توش باشه، باید استادی یا ورک پرمیت ها رو که نشون میده که شما چه زمانی خارج از کشورتون بودید، ویزاهایی که تو 10 سال گذشته گرفتید، حالا بعضیش ممکنه اکسپایر شده باشه، بازم مهم نیست، و اینکه اینا میخوام بدونن. بعد میگه که اگر شما یک ویزای ولیدی از ایالات متحده دارید، یک اسکن کاپی خیلی واضح از ویزاتون بگیرید. و اینکه میگه که الان داخل کشورتون نیستید، داخل کشور دیگه هستید، مدارک مهاجرتی که مال اون کشوری که اکنون هستید رو بدید که مشخص کنه وضعیتتون اونجا چجوریه. مثلا اونجا ورک پرمیت دارید، استادی پرمیت دارید، ویزا دارید یا هرچی که دارید. ببینید واسه یه travel history، اطلاعاتی که بهتون داده، خب فرمی نداره که شما بخواید دانلود کنید و پرش کنید. اینجا کاری که میتونید بکنید و من مثلا حالا کاری که من خودم میکنم، حالا اینجا من کاری که خودم میکنم برای اینکه travel history درست کنم، من یه تیبل درست میکنم از اخیر به، یعنی از آخرین مسافرت هایی که داشتم و برای کلاینت هم مرتب می نویسم، میام تا، یعنی از آخرینش تا اولینش. خب بعد مثلا می نویسم اول که شما ردیف می زنم، بعد میگم که از چه تاریخی تا چه تاریخی، مثلا کلاینت من رفته ترکیه، هدفش چی بوده، مثلا بزنید وکیشن رفته، توریزم رفته، هر چی که رفته. و میتونید بعدن، من این فایل رو معمولا توی فایل ورد ایجاد میکنم، بعد تو صفحه های بعدی میام استمپا رو قشنگ واضح میزنم، یعنی عکس استمپا رو میزنم تو صفحه ورد بعدی و چیز میکنم، و در آخر فایلم به صورت PDF سیو میکنم. فقط یادتون باشه که وقتی هم که میتونید یه ستون هم بذارید، چون من میدونم که پاسپورت های ایران 5 ساله هستش. خب پس شما میتونید یه ستون هم بذارید و اگه 2 تا پاسپورت دارید و با این 2 تا پاسپورت تو 10 سال گذشته مسافرت کردید، شماره پاسپورتتون هم توی ستون اضافه کنید که اون آفیسر واسهش راحت تر باشه. دوباره این رو میگم، همیشه خودتون رو جای آفیسر بذارید، ببین مثلا مدارکتون رو چجوری پریزنت کنید راحت تره، چجوری از اون شک و شبه ها کمتر میکنه. خب این هم یکی از سایت های خیلی مهم دیگه است که دوست دوباره مال دولت کانادا است، بهتون معرفی میکنم، Canada Border Agency، یعنی اینکه آژانس مربوط به مرزهای کانادا هستش و اطلاعاتی رو که مرزهای در مورد مرزهای ورودی خروجی کانادا هستش رو میتونید تو این سایت مستقیما پیدا کنید. دوباره تاکید میکنم که این یک سایت دولتی هستش، واسه خود سایت دولت کانادا است، اطلاعاتش خیلی مهمه، به روزه و موثقه. ببینید اینجا قشنگ براتون نوشته travel history چیه و اینکه چه تاریخ ها، چه اطلاعاتی ازتون گرفته میشه و کلن براتون توضیح داده. خب
حالا ما اگر برگردیم به همون داستان خودمون، برگردیم واسه یه ویزای توریستی، من میتونم یه مقدار بیشتر براتون توضیح بدم در مورد ترافل هیستوری، چجوری پرش کنید و چه اطلاعاتی رو بنویسید. خب همونطور که قبلا هم بهتون گفتم، ترافل هیستوری خیلی مهمه و بر اساس یعنی در حقیقت قوانین مهاجرت به کانادا از اول آگوست سال 2000 گفتش که هر کی که میخواد بیاد کانادا از قبلش باید یک گزارش مختصر در مورد سوابق ورود و خروجش به کانادا یا کشور دیگه به ما بده، چون اونا میخواستن ببینن که دیده بودن که خیلی از افرادی که میان بر نمیگردن، به خاطر همین اومدن آیدیای ترافل هیستوری رو گذاشتن و گفتن که لازمه. ممکنه برای بعضی ویزاها به بعضی کشورها ترافل هیستوری یک مسئله آپشنال باشه، ولی برای کانادا این جزء چیزایی هستش که لازمه. حالا بعضی هستن که ممکنه ترافل هیستوری خوبی نداشته باشن، یه اصولی هستش که مثلا بعضی پیشنهاد میکنن که اگه حالا ترافل هیستوری خوبی ندارید و میخواید به کشورهای مثل کشور شنگن، کانادا، آمریکا مسافرت کنید، چجوری ترافل هیستوریتون رو قوی کنید. مثلا میتونید برید به کشورهایی که بی‌دردسرن، یه بار دو بار سه بار برید و هر دفعه برگردید و اینو آفیسر میتونه ببینه که شما به اون کشور رفتید و برگشتید. و خیلی مهمه که حتما پاسپورتتون مهر بخوره که آفیسر وقتی که چک میکنه ببینه که شما رفتید و برگشتید. این خیلی مهمه. مثلا بعضی کشورها که پاسپورتتون رو مهر نمیزنن میدونید میتونید نرید، چون که مثلا اونها چی میگن، اون هیچ پروفی مخ توی پاسپورتتون نیستش. و اینکه هر دفعه هم میرید و میرید اطلاعات سفرتون رو دقیق بنویسید. مثلا تو همین تیبری که من گفتم شما میتونید کسی که از ایران میان اقدام میکنن، یا حتی کسی که اینجا هستن میخوام مثلا عزیزاشون تو ایران اقدام کنن، تو اون تیبر مثلا بنویسن از این تاریخ تا این تاریخ با فلان پاسپورت نمبر رفته ترکیه، هدفش وکیشن بوده، فلان تاریخ تا فلان تاریخ رفته نمیدونم دبی با این پاسپورت نمبر، بعد هدفش وکیشن بوده. قشنگ یه تیبل درست میکنید مال 10 سال گذشته رو، تو صفحه های بعدی هم قشنگ مهراش رو واضح میزنید. و در آخر هم یادتون نره همه رو باید به صورت فایل PDF تبدیل کنید که بتونید تو سایت آپلودش کنید. البته بذارید اینم بگم، خیلی هستن که خب مسافرتی قبلا نداشتن و شاید میخوام برای بار اول اقدام کنم و تو اون بار اولشون هم بیان کانادا. اصلا این به این معنی نیستش که چون شما ترافل هیستوری ندارید حتما افسر شما رو ریجکت میکنه، نه به این معنی نیستش. قشنگ توی قسمت های دیگه که بهتون میگم برای افسر توضیح میدید که من دارم میخوام از این تاریخ تا این تاریخ بیام کانادا، این کارو بکنم، تو کشور خودم کار دارم، خونه دارم، زندگی دارم و بعد این مدتم برمیگردم. در حقیقت یادتون باشه که مدارک شما توسط یک فرد، یک آفیسر دیده میشه، یعنی ماشینی نیستش که صفر و یک، صفر و صدی باشه، یعنی بگه ایر ترافل هیستوری نداره ریجکت، نه اینجوری نیست. واسه همین من همیشه میگم ببینید خودتون رو جای اون افسر بذارید، ببینید که خب اون چیزایی که به یعنی چجوری دارید خودتون رو به افسر پریزنت میکنید، چجوری دارید ارائه میدید. آیا اگه یه نفر بیاد جلوی شما بشینه و این داستانها رو برای شما بگه، شما به عنوان یه فرد باور میکنید که این یک فردیه که واقعا میخواد بره مسافرت و بعد مثلا فرض کنید یکی دو ماه از مسافرتش بعد وکیشنش میخواد برگرده. خب حالا فکر کنم در مورد ترافل هیستوری صحبت کردیم به اندازه کافی. بریم در مورد یکی از مدارک دیگه‌ای که لازمه، یعنی عکس برای ویزای توریستی کانادا صحبت کنیم، چون اگرم دیده باشید عکس یکی از چیزهایی هستش که لازمه، یعنی required هستش. پس لطفاً اگر چنل منو سابسکرایب نکردید این کار رو الان بکنید، زنگوله قشنگ و فشار بدید تا از ویدیوهای جدید من مطلع بشید
و لایک و کامنت هم یادتون نره. اگر سوالی، پیشنهادی، چیزی دارید حتما تو قسمت کامنت ها بذارید تا منم براتون ویدیوهای بهتر و مفیدتری درست کنم. تا با من باشید تا قسمت بعدی در مورد مشخصات عکس. خب در مورد عکس اگر بخوایم بگیم دیجیتال فوتو، چون که این از این اکاونت، از این پورتال شما میتونید برای انواع و اقسام چه میدونم ویزاها اقدام کنید، به خاطر همین توی قسمت دیجیتال فوتو وقتی که میزنید این اطلاعات میاد. مثلا میگه temporary resident ها، اونها که به صورت موقت میان، مثل دانشجوها، ورکر ها یا ویزیتور ها، express entry ها و اونهایی که میخوان سرتیفیکیت سیتیزنشون رو بگیرن، از این مشخصات باید استفاده کنن. خب قشنگ براشون توضیح داده که این عکسایی که باید بگیری چه ویژگی باشه. مثلا به صورت فرانت ویو، یعنی فرانت یعنی ویو مستقیم و کامل که شامل سر و شولدرتون باشه، سرتون وسط عکس باشه. بعدش هم قشنگ گفته که مثلا از چونه تا کراونتون 31 میلیمتر تا 36 میلیمتر باشه. بعد اندازه عکس که گفته بر اساس پیکسل 420 تا 540، بعد گفته که ما جی پیک قبول میکنیم یا جی پیک 2000. سایز عکس هم بهتون گفته 240 کیلوبایت، یعنی از 240 کیلوبایت تا 4 مگابایت، بیشتر از اون رو قبول نمیکنن. ببین خیلی مهمه که این عکس رو دقیقا طبق اون چیزی که میگه آپلود کنید. خیلی ها هستن که خودشون میتونن عکسو بندازن و با فتوشاپ و اینجور چیزا درستش کنن به اون چیزی که میگن تره. اونایی هم که نمیتونن، میتونن مثلا اگر توی کشورهایی مثل کانادا هستن و میخوان مثلا ویزاشون رو اکستند کنن یا دوباره اپلای کنن، میتونن برن نمیدونم لندن دراگ، اونجا بگن که ما واسه ویزیتور ویزا میخوایم، قشنگ براشون عکسو میگیره. تو کشوری هم مثل اگر از ایران اقدام میکنید، عکاسی ها هستن، برید اونجا. اگر نمیدونن، آشناییت ندارن، مشخصات عکس رو بهشون بدید، بگید دقیقا من این عکس رو میخوام. ببینید مثلا توی همین سایت Government of Canada قشنگ براتون توضیح داده، مثلا گفته که موقعیت سر و عکس باید چجوری باشه. ببینید قشنگ خود این همچین چیزیه که از شما میخوام. بعد اسپسیفیکیشن هاشو توضیح داده، دوباره اینا قشنگ کامل 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 براتون توضیح داده. اگر کسی که قراره از اون عکس بگیره بلد نیست، آشناییت نداره، میتونید این سفر رو براش پرینت بگیرید ببرید تا اینکه بتونه مثلا براتون انجام بده. ببینید حتی خودشون یه بروشور درست کردن. ببینید اینها تو این بروشو قشنگ توضیح دادن. ببینید خوبیش هم اینه که این بروشو واسه کیه؟ دولت کاناداست. ببینید مثلا گفته این خوب نیست چون بلر هستش، یعنی ناواضح، مثلا تو این طرف داره میخنده، توی این عکس سایه افتاده. بعد ببینید عکسش قابل قبول نیست چون عینکش دودیه. بعد توی این قابل قبول نیست چون اینجا حالت شادو داره، سایه داره. بعد این دوباره قابل قبول نیست چون عکسش تاره، نور کافی وجود نداره، مثلا توی این پایینی نور زیاده. توی اینجا ببینید بک‌گراندش رو، ببینید بک‌گراندش اینجوری قبول نیست. اینا خیلی چیزای جزئیه، ولی خب باعث میشه که همین عکس نادرست باعث میشه که پروندهتون رو ریجکت کنن. بعد مثلا ببینید الان اینو قبول نمیکنه چون میگه روی عکس روی شیشهش ریفلکشن افتاده. بعد مثلا تو اینجا نیا کنید، این مثلا میگه این قابش چششو گرفته. خب معلومه این که معلومه چون بک‌گراند مثلا نورش خونی، این هم مثلا چه میگن نورش خیلی زیاده. بعد
مثلا واسه بچه ها خصوصا این خوب نیست، چون که دست فرد اونجاست، نباید دستتون اصلا تو عکس باشه. مثلا من خودم میخواستم عکس بگیرم واسه یک کلینت که بچه بود، یه لباس از زیر تنش کردم، دستم رو از زیر لباس برده بودم. مثلا تو این عکس ببینید صورتش اون ریشیویی که میخواد و نداره، بعد موش اومده صورتشو پوشونده. توی این عکس ببینید دوباره صورتش پوشونده شده، قابل قبوله. پس دقیقا اگر سکرول کنید میتونید اینم قشنگ دانلود کنید و استفاده کنید. امیدوارم این مطالبی که براتون گفتم مفید واقع شده باشه و بتونید خودتون خیلی راحت سریع واسه خودتون و عزیزاتون ویزای توریستی اقدام کنید. فقط یادتون باشه که منم دلگرم سابسکرایب ها و کامنت ها هستم، پس لطفا اگر سابسکرایب نکردید حتما این کار رو بکنید. تا ویدیو بعدی فعلا خداحافظ.